دوستانو زموږ خپرونه تر 9 بجو پورې دوام کوي. نه لیکه مرغه دوستانو ما سره نن په سټوډیو کې ډیر ګلالي او ښکلي ماشومان دي. زموږ سره دوستانو په خپرونه کې آغلې عفت جان ده، د دې ترڅنګ محمد محسن دی او حمزه مخلص، چې دوی درې واړه ته زه ستړي مشه وایم او سهار مو پخیر. ستړي مشې عفت جانې. تاسو هم ستړي مشه وایم، پخیر راغلی. ډېره مننه حمزه جان، تم ستړی مشې. ډېره مننه دوستانو. عفت جان به موږ ته هغه وایي، مقاله به وایي او د دې ترڅنګ به موږ ته پیغام هم وړاندې کوي، که چیرې وخت به نورې پوښتنې به هم ورسره کوو. همدارنګه ښاغلی محمد محسن به موږ ته ښایسته شعر او پیغام وایي او حمزه جان به موږ ته مقاله او پیغام وایي. اوس دوستانو لومړی د عفت جان پیلام. عفت جان، تاسو مقاله تر ستا سره ورت کرته وایي چې د مقاله مو د څه دپاره لیکلي عنوان یې چیرې مقاله؟ بخاطر ازادي افغانستان. د افغانستان د ازادۍ په اړه ښه، ته د مقاله راته ووایه، بیا به تاسو ته نوبات درکړم. صحیح، مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه از شما تشکر میکنم که ما را به برنامه زیبایتان دعوت کردید و در قدم دوم سلام خود را به تمام کارمندان و بیننده های تلویزیون خوب شما تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آزادی یک نعمت است که گرفته می شود اما داده نمی شود. آزادی نعمت است که به قیمت خون ملت ها به دست می آید اما به قوت علم و منطق نگهداری می شود. تاریخ به ما یاد داده که دشمنان افغان بیشتر از 10 مرتبه بالای خاک کشور ما حمله کردند اما ملت دلیر و قهرمان ما به کمک خداوند جل جلاله به قیمت خون خود آنها را شکست داده و اشغالگران را بیرون رانده و بعد از شکستاندن هر فرعون زمان با کمال سربلندی و شهامت آزادی خود را به دست آوردند. به همین خاطر است که جهانیان از تاریخ آزادی ما افغان ها الهام گرفتند و توانستند که از بردگی به سوی آزادی گام بردارند. می خواهم به عنوان یکی از فرزندان همین خاک آزادگان و وارث اصیل سرزمین افغانستان به کودکان و همسران خود بگویم. گفته می شود که یکی از مشترکات تاریخی که بین کشور افغانستان و ژاپن می باشد این است که هر دو کشورها در یک سال آزادی خود را به دست آورده است. اگر چنین باشد، پس سوال من از شخص خودم من حیث یک کودک مسلمان و از تمام ملت مسلمان افغانستان این است که چرا ما امروز از لحاظ ترقی و پیشرفت نسبت به کشور ژاپن عقب ماندیم، در حالی که خداوند جل جلاله در سوره هود به مسلمانان امر کرده است هو انشأکم من الارض واستعمرکم، به قول یکی از استادان پدر عزیزم خدا رحمتش کند می گفتند زمانی که امریکایی ها بالای کشور ژاپن از بمب اتم استفاده کردند، ژاپنی ها بدون اینکه احساساتی شوند و یا هم در فکر انتقام گرفتن باشند یک بررسی داخلی را انجام دادند تا علت اصلی مشکل را دریابند و برای چنین مصیبت بزرگ یک راه حل معقول را انتخاب کند. به این نتیجه رسیدند که ملت ژاپن باید چند سوال را از خودشان بپرسند و به این سوالات جواب بدهند. یک، آیا ما اینقدر مجرم بودیم که امریکایی ها بمب اتم را بالای ما استعمال کردند؟ دو، آیا ما اینقدر ناتوان بودیم که جلوی این مشکل را گرفته نتوانستیم تا مانع آن می شدیم؟ سه، آیا ما اینقدر یک ملت بیخبر و غافل بودیم که از چنین پلان خطرناک و تباهکن اطلاعی نداشتیم؟ این سوالاتی است که ملت ژاپن باید برایش جواب بدهد. بعد از دریافت جوابات سوالات، ملت ژاپن تصمیم گرفتند که یگانه راهی که می توانند آنها را در حل مشکل و حفظ استقلال کشورشان کمک نمایند، قوت علم و منطق است. به همین خاطر است که امروز نه تنها امریکا بلکه تمام کشورهای دنیا در عرصه های مختلف زندگی به کشور ژاپن محتاج هستند. به نظر من اگر ملت ما هم چنین سوالات جوابگو باشند، این آیات قرآن کریم را با داشتن فهم و درک درست به نامه زندگی خود قرار دهند، طوری که خداوند جل جلاله می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. می توانیم که یک ملتی باشیم که به شمول ژاپن و امریکا تمام کشورهای دنیا محتاج ما باشند و از سوی دیگر بتوانیم که با داشتن قوت علم و منطق آزادی کشور خود را حفظ نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکته. تشکر از توجهتان.
ډیره مننه ماشاءالله ډیره مننه آفرین پجان ډیره خایسته دی ولوسته او ډیر خایسته ټکو ته دې اشاره وکړه ان شاء الله په راتلونکي کې به تا نه یوه خایسته تکړه نه تاکه هم جوړیږي ډیره مننه ژوندی اوسې قدرمن دوستانو زموږ سره به اوس په خپرونه کې محمد محسن جان خایسته شعر راته محسن جان زه ما ته داسې وویل شول چې دغه شعر د تاسو ته بابا ویلی و ته چې کله کوچنی وې او ته چې په زنګو کې زنګولې ښه هغه شعر اوس ته راته ووایه بیا به ستا پیغام وروسته واخلو سید مهربانی بسم الله الرحمن الرحیم لالایی محسن احسان من ناگل خندان من گلبن باغ خدا روزه رضوان من مهر مهذب شوی ماه مؤدب شوی کول کتاب بدوش راهی مکتب شوی سینه نانا بیا دست توانا بیا چشم و چراغ وطن دیده بینا بیا سرخط دل را قیام کشور جان را نظام درس کتاب خدا نسل چشم خرد باز کن طرح نو آغاز کن نسل جوان سوز ده رسم دیگر ساز کن بر سر گهواره کیست مادر بیچاره کیست شور دهت یک جهان لخت جگر پاره کیست رضایلی همتای تو بچه کاکای تو سید و ایوب من بوالی شینای تو جاده پرخار بین نقش خط مار بین یورش فرهنگ غرب دشمن مکار بین ډیر علی ماشاءالله ډیر په زړه پورې حمزه جانه تاسو مقاله شته ده ښه ته به مقاله هم راته ووایې بیا به وروسته به پیغام واورو مهرباني مقاله مو عنوان مو چیرې په ساړه مو چمتو کړی مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم راست گفتن شما را نجات می دهد و دروغ گفتن شما را به جهنم می کشاند سه برادر مردی را نزد حضرت عمر رضی الله عنه آوردند گفتند این مرد پدر ما را کشته است عمر رضی الله عنه به آن مرد فرمودند چرا او را کشتید آن مرد گفت من چوپان شتر و گوسفندان هستم یکی از شترهایم شروع به خوردن درخت از باغ پدر اینها کرد پدرشان شتر را با سنگ زد و شتر مرد و من هم همان سنگ را برداشتم و با آن سنگ به سر پدرشان زدم پدر اینها وفات کرد عمر رضی الله عنه فرمودند حد را بر تو اجرا میکنم آن مرد گفت سه روز به من مهلت بدهید پدرم مرده و برای من و برادر کوچکم گنج به جا گذاشته پس اگر مرا بکشین آن گنج تمام می شود و برادرم نیز بعد از من تمام می شود عمر رضی الله عنه فرمودند چی کسی زمانت تو را میکند؟ آن مرد به مردم نگاه کرد چشمش به ابوذر غفاری رضی الله عنه افتاد گفت این مرد عمر رضی الله عنه فرمودند ای ابوذر غفاری رضی الله عنه آیا زمانت این مرد را تو میکنی؟ ابوذر رضی الله عنه عرض کرد بله عمر رضی الله عنه فرمود تو او را نمیشناسی اگر فرار کند حد را بر تو اجرا میکنم ابوذر رضی الله عنه عرض کرد من زمانتش را میکنم آن مرد رفت و روز دوم و سوم سپری شد و همه مردم نگران ابوذر بودند که بر او حد اجرا نشود بالاخره آن مرد اندکی قبل از اذان مغرب آمد و در حالی که خیلی خسته بود به نزد عمر رضی الله عنه آمد و عرض کرد گنج را به برادرم دادم و اکنون تسلیم فرمان شما هستم تا بر من حد را جاری کنید حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند چی باعث شد تا برگردی در حالی که می توانستی فرار کنی آن مرد گفت ترسیدم که وفای بعد از بین مردم دور نرود عمر رضی الله عنه از ابوذر رضی الله عنه سوال کرد چرا ضمانت او را کردی ابوذر گفت ترسیدم که خیررسانی و خوبی از بین مردم دور نرود پسران مقتول متاثر شدند و گفتند ما از قصاص پدر خود گذشتیم عمر رضی الله عنه فرمود چرا آن سه برادر گفتند می ترسیم که بخشش و گذشت از بین مردم دور نرود ډیر علی ماشاءالله ډیر په زړه پورې وخت هم چې کله داستان و او ډیره ښایسته حکایت و ډیره مننه کوم ښه اوس به پرجان تاسو به یو آیت شریف راته وایئ او پیغام دا چې نور سره پیغام راته وایئ سید مهرباني وکړئ
بسم الله الرحمن الرحیم. پیام من به مردم افغانستان این است که برای یک افغانستان آزاد و مستقل و خودکفا ما و شما 3 روز داریم و آن عبارت از دیروز، امروز و فردا. پس از تجارب تلخ دیروز بیاموزید، در امروز برای آبادی و خودکفایی کشور بیاندیشید و زندگی کنید و برای فردا کار کنید و برای خدا با هم زندگی کنید. ترقی و پیشرفت کشورتان را به قوت علم و منطق نسبت به شکست دشمن ترجیح دهید. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هو أنشأكم من الأرض واستعمركم. خاص این آیت از شما مسلمانان این است که افغانستان زمین خداست و این زمین را آباد کنید. ډېر مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. فرجان ښه، تی راته وایه پیغام، راته وایه آیت شریف، زړه دې څه شی وایه مهرباني. اول پیغام یه مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. پیغام من به شاگردان افغانستان این است که در سیم رخصتی باید در شاه خدا تکرار کند و در هوای سرد نگردد. دیره من نشونده واسی. آمزا جان اتا مهربانی و کیتاسو. پیغام من به مردم افغانستان این است که از دروغ گفتن دوری کنید. انسانهای صادق قمین باشید. به مردم عفو گذشت کنید. و برای خدا با هم زندگی کنید. تیره من نکنم. آیا پاجان تب چون تولگی کس دکر کوی؟ زب ما در صنف چهارم هستم. در مکتب خصوصی سر دست می خوانم. در صنف هم شاید اول نمره باشی؟ بله. آفرین دیر علی. دیر من نکنم لطاسو دری وارو سخا چه دلت سیدیو تراغلی از مکسب خبرانه که ملمانه شوی او پا کچه هم چه تاسو وخت تل تراغلی و انتظار مو که بیا هم تاسو خمن نکوم د خبرونه ویډیو به ان شاء الله تاسو ته بیا خبرونه کې خبره کو د افغانستان د ملي ټلویزیون د آر ټی پښتو یوټیوب څخه تاسو کتلای شئ او بیا مخبل ویډیو وګورئ. در سره وساتئ سیده. او ډیره مننه ژوند دی اوسئ.